در این آموزش قصد داریم با حلقه وایل در نرم افزار مطلب آشنا بشیم. حلقه وایل نوع دیگه ای از حلقه هاست همانند فور که میتونه یه تکرارهای خاصی رو اجرا کنه و وقتی که به انتهای تکرارها رسید پایان پیدا کنه. اما تفاوتی که حلقه وایل با حلقه فور داره اینه که قسمت تا زمانی که قسمت شرط برآورده میشه این حلقه اجرا میشه و در واقع میشه گفت حلقه فور حلقه ای هست که به یک تعداد مشخصی تکرار میشه، اما حلقه وایل حلقه ای است که در صورت برآورده شدن شرطش اجرا میشه، یعنی تا زمانی که شرطش نقض نشه به اجرا شدنش ادامه پیدا میکنه. ما میتونیم یک حلقه وایل تعریف بکنیم و اند رو در انتهاش قرار بدیم. در قسمت شرطش که جلوی حلقه وایل هست ما میتونیم یک عبارت بولین ترو قرار بدیم. مثلا با قرار دادن یک حلقه بی نهایت ما میتونیم ایجاد کنیم. فرض کنید که ما یک حلقه میخوایم اجرا بشه که یک متغیر رو که مقدار اولیش پای برابر با صفر هست، هر بار مقدار آی رو یک مقدار بهش اضافه بشه و در صورتی که مقدار آی مدش با مثلا 11 برابر بود با صفر، عمل بریک رو برای ما انجام بده و از حلقه بیاد بیرون و در صورتی که باقی موندهش با 11 صفر نبود دیسپلی کنه عدد آی رو برای ما. میبینیم که اینجا یک حلقه است که دائما اجرا میشه، یعنی قسمت شرطش همیشه ترو هست و اون چیزی که باعث میشه که از حلقه بیاد بیرون عبارت بریکی هست که ما در داخلش قرار دادیم. اجرا با اجرا کردنش ببینیم خروجی ها به چه صورت هست. میبینیم که مقادیر بین 1 تا 10 رو چاپ کرده و وقتی که به عدد 11 میرسه چون باقی ماندهش با 11 برابر صفره از حلقه خارج میشه. در واقع میشه گفت ما اومدیم و شرط خروج از حلقه رو در داخل حلقه قرار دادیم، برخلاف حلقه فور که یک تعداد مشخصی داره و شرط اتمام حلقه هم در ابتداش قرار داره. ما میتونیم عبارت while رو به این صورت هم تعریف کنیم. مثلا میتونیم مشخص کنیم که n مساوی با input پرانتز باز از کاربر بپرسیم enter your number، از کاربر میپرسیم که شمارتون رو وارد کنید، شماره مد نظرتون رو وارد کنید. بعد در قسمت while میتونیم شرط رو بررسی کنیم، یه شرط قرار بدیم، بگیم که n تا زمانی اجرا کن حلقه while رو که n مثلا بزرگتر باشه از 0، یعنی در واقع با اعداد 1 تا مثبت بی نهایت این حلقه اجرا میشه. میتونیم این شمارندمون هم برداریم، این رو هم که داشتیم برداریم. در اینجا میایم بررسی میکنیم، مثلا میگیم که دیسپلی کن عدد وارد شده n رو. در واقع این حلقه باید اجرا بشه تا زمانی که ما یک مقدار صفر و یا کوچکتر از صفر وارد کردیم. باید مقدار گرفتن ورودی رو هم اینجا باز هم تایپ کنیم، input پرانتز باز همون کد رو تایپ کنیم، enter your number که از کاربر مجدداً عدد n رو دریافت بکنه. ما شروع میکنیم به اجرا کردن این
دستور به ما پیغام نشون میده، میگه عدد وارد کنید. در واقع خط کدی که در خط 5 قرار داره اجرا شده، ما مثلا وارد میکنیم عدد 5 رو، میبینیم که حلقه یک مرتبه اجرا شد و عدد 5 رو نمایش داد. میگه دوباره عددت رو وارد کن، مثلا ما 6 رو وارد میکنیم، نمایش میده. این حلقه همینطور میتونه ادامه پیدا کنه. ما با هر عددی که مثبت باشه میتونه این حلقه رو برآورده کنه و اجرا بشه. ولی در صورتی که یک مقدار صفر و یا منفی وارد کنیم، دیگه حلقه اجرا نمیشه و از حلقه خارج میشه. مثلا ما با وارد کردن صفر میبینیم که شکل مربوط به وارد کردن عوض شد و دیگه امکان وارد کردن عدد وجود نداره و در واقع ما از حلقه اومدیم بیرون. در این آموزش با نحوه تعریف کردن حلقه وایل در نرم افزار MATLAB آشنا شدیم.